سلام دوستان، به آشپزخانه خال سیما خوش اومدین. امروز با آموزش فلافل مرغ پیتزایی در خدمتتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. سینه مرغ نصف یک عدد، سوسیس دو عدد، آرد سفید یک قاشق غذاخوری سرپر، جعفری خرد شده یک قاشق غذاخوری، سفیده تخم مرغ یک عدد، سس قرمز یک قاشق غذاخوری، فلفل دلمه ریز نگینی خرد شده دو قاشق غذاخوری، فلفل زردچوبه، نمک و پودر سیر به مقدار لازم. سینمون رو خورد میکنیم. اینجا یه نکته ای هست که من باید به شما توضیح بدم. دوستان شما میتونین به جای سینه خام از سینه پخته شده استفاده کنین، یعنی اینکه مرغتون رو بذارین با یک عدد پیاز و نمک کاملا پخته بشه. حالا اگه دوست داشتین خیلی ریز ریز کنین، دوست داشتین بریزین توی غذا ساز، یا حتی میتونین با رنده دروش رنده کنین، ولی من خواستم از سینه خام استفاده کنم. سینه هامون رو به تیکه های کوچیک برش میزنیم و توی میکسر میریزیم که کاملا له و یک دست بشه. حتی میتونین چرخش هم بکنین. تیکه های مرغم رو ریختم توی غذاساز، سس سمونم چند تکه میکنم میریزم تو غذاساز و میذاریم حسابی له بشه، یعنی میکسش کنیم. وقتی که ریختم تو غذاساز کاملا اجازه میدم که له بشه. سوسیس رو با هم میکس کردیم همونطور که میبینین. یه سفیده تخم مرغ لازم داشتیم، سفیده رو از زردمون جدا میکنیم، کنار میذاریم و سفیده رو اضافه میکنیم به مایه گوشتیمون. آردمون هم اضافه میکنیم و دوباره با میکسر میزنیم تا کاملا مایمون یک دست بشه. ما کاملا یک دست شد و خمیری شکل خالی میکنیمش کامل. فلفل دلمه ای داشتیم اضافه میکنیم. من دستامو کاملا با صابون شستم. یه قاشق غذاخوری سس گوجه داشتیم. ادویه هم داشتیم. فلفل سیاه. یه مقدار زردچوبه، و یه مقدار پودر سیر. نمک هم باید اضافه کنیم. یه مقدار هم نمک. جعفریامون رو تو دستمون دسته میکنیم و ریز ریز خورد میکنیم. بعد از اینکه جعفریامون هم خورد کردیم،
کاملا باید این مواد رو با هم حسابی ورز بدیم تا همش به خورد هم بره و طعمش به هم در بیاد. بعد حدود نیم ساعت میذاریم توی یخچال تا استراحت کنه، بعد میبریم که سرخشون کنیم. دوستان من دستم رو کاملا شستم، تمیزه و الان میخوام مایه فلافلمون رو حسابی ورز بدم. این مایه خود چسبنده است. خوب که ورز دادیم میذاریم توی یخچال نیم ساعت میمونه، بعد یکی یکی سرخشون میکنیم. به این شکل یه مقدار روغن ریختم توی مایه تبه گذاشتم گرم شد. قلمم رو به روغن میزنم و قالب فلافلم رو یه مقدار چرب میکنم. بهتون گفتم که مرغ خیلی چسبندگیش زیاده، به خاطر اینه باید یه مقدار حوصله به خرج بدین. اگر دیدین روشم شکل نمیگیره، پشت قاشقتون رو میتونین یه مقدار به روغن بزنین، کاملا فلافلاتون رو شکل بدین و بذارین توی مایه تبه. فقط این غذا حوصله میخواد. بسیار خوشمزه و لذیذه. حتی اگر قالب فلافل هم نداشتین میتونین تو دستتون اندازه یه گردو بردارین، گردش کنین و یه مقدار با دستتون روش رو صاف کنین و بندازین توی مایتابه سرخ بشه. من یه مقدار دیگه قالبم رو چرب میکنم. سعی کنین نه زیاد ضخیم باشه نه زیاد نازک باشه. پشت قاشقم رو چرب میکنم و به مایه گوشتیمون شکل میدم. این شکل میذاریم کم کم بپزه. همونطور که میبینید فلافلمون در حال سرخ شدن، شکل و شمایل بسیار زیبایی داره و همینطور عطر و بوی بسیار خوبی داره. فلافلایی که سرخ شدن رو برمیگردونیم، یه طرفش که سرخ شده اجازه میدیم طرف بعدیش هم سرخ بشه. همون یه مقدار سس کچابی رو که به مایمون اضافه کردیم ببینید چقدر رو رنگش تاثیر داشت. رنگش رو موقع سرخ کردن بسیار زیبا میکنه. حتی شما میتونید تو کتلتاتون هم یه مقدار کم ازش استفاده کنید که رنگ کوکو یا کتلتاتون رو زیباتر و قشنگتر کنه. میتونین این فلافلا رو ساندویچی کنین بخورین یا اینکه پرسیش کنین و میتونین توی تولدات مهمونیاتون درست کنین و با عزیزاتون میل کنین. دیگه سرخ کردنش بستگی به خودتون داره که چه مقداری سرخ بشه. فلافل مرغ پیتزای ما آماده شد. امیدوارم که پسندیده باشین. درست کنین و در کنار عزیزاتون میل کنین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین. اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدارتون.